همراه هستیم با آقای مهرداد هرسینی، سخنگوی بنیاد دموکراسی در خاورمیانه، برای بررسی اعتراف روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران مبنی بر اینکه آمار کاربران تلگرام نشون میده که فیلترینگ تأثیری در استفاده از این پیام رسان در بین ایرانی ها نداشته. آقای هرسینی سلام میکنم خدمتتون. میخواستم به صورت مختصر از تاریخچه عملکرد رژیم تو این رابطه برامون بگین که از چه زمانی فیلترینگ تلگرام رو شروع کرد و علتش چی بود؟ بله، سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و بینندگان عزیز. اجازه بدین تا قبل از هر چیز فرارسیدن سال نو میلادی و ایام زادروز عیسی مسیح رو به تمامی هموطنانمون تبریک بگم، هموطنان مسیحیمون، و برای اونها سالی مملو از سلامتی و بدون ویروس ولایت آرزو دارم. در پاسخ به سوال شما اجازه بدین تا قدری به عقب برگردیم و به طور اجمالی به دو تا قیام در ایران، یعنی بهمن 96 و آبان 98 اشاره بکنیم. خاطرمون هست که در اون دوران مردم ایران، مردم دردمند جامعهمون، چطور از طریق شبکه‌های اجتماعی و به ویژه از طریق شبکه تلگرام تونستن خودشون رو سازماندهی بکنن، پیام مقاومت، پیام ایستادگی و اینکه خلاصه این رژیم ضربه پذیر هست رو دریافت و اون رو ساری و جاری بکنن در شهرها. لذا نگاه رژیم به این معقوله اساساً به مانند بسیاری از معقوله ها یک نگاه کاملاً امنیتی هستش و بر اساس این گارد کاملاً دفاعی بسته و در مقابل روی آوردن جامعه و اقشار مردم، به ویژه جوانان و قیام آفرینان، دوایر اطلاعاتی، شبکه‌های اطلاعاتی، قضایی و همچنین سپاه پاسداران که متولی اصلی این قضیه هست رو تنظیم و کوک کرده. هدف اصلی رژیم از راه اندازی این سیاست هم در وهله نخست مقابله با تأثیرات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی مقاومت ایران، به ویژه سازمان مجاهدین در داخل کشور هست، چرا که الان سیاست‌های سازمان مجاهدین و کانون‌های شورشی به نقطه امیدی برای تغییر و دگرگونی بنیادین و سرنگونی در ایران تبدیل شده. برای این منطق شاهد روی آوردن جوان‌ها به وقتی هم آفرینان به نیروی پیشنهاد هستیم، به کانون‌های شورشی هستیم و خودشون رو می‌بینیم که چگونه با تحولات این کانون‌ها تنظیم می‌کنند. امریکا به یقین به هراس و وحشت رژیم ضریب دو چندان زده. همچنین یک مقایسه آماری اگر اجازه بدین من بکنم، رژیم اعلام کرده که قریب 47 میلیون کاربر ایرانی از شبکه‌های اجتماعی به ویژه تلگرام و واتساپ دارن استفاده میکنن، در حالی که در مقابل شبکه‌های قلابی که رژیم راه انداخته چیزی حدود 2.5 میلیون، برای مثال شبکه سروش هستش که وابسته به سپاه پاسدارانه. اخیراً هم یکی از این عوامل رژیم اعتراف کرده بود که در همین روزنامه جوان که تلگرام رو ما الان 2 ساله داریم فیلتر میکنیم، ولی به نظر میرسه که فیلترین تأثیری در استفاده از این پیام رسان در بین ایرانی ها نداشته و بدین طریق اعتراف به شکست رژیم در زمینه سرکوب اینترنت میکنه و شبکه های اجتماعی. بله، آقای هرسینی شما اشاره کردین که خلاصه رژیم در مقابل استقبال مردم به ویژه جوان ها از تلگرام، مشخصا از قیام دی ماه و بعد از اونم قیام آبان و دی 98، خب رژیم اقدامات زیادی تو این رابطه انجام داد. سوالم اینه که بالاخره به چه نتیجه ای از این عمل کردش رسید؟ واقعیت اینه که خامنه ای تلت شکسته الان به این نتیجه رسیده برخلاف تمامی کشورها که وزارت ارتباطات اساسا توان و صلاحیت اعمال مقررات حکومت، سانسور و خلاصه تشدید و بستن فضا رو به طور کافی نداره و این پروژه رو امنیتی رو که به حیات نظام گره خورده رو به سپاه پاسداران واگذار کرده. اصلی ترین راهکار رژیم برای تقابل با روی آوردن مردم به شبکه‌های اجتماعی و خلاصه رسیدن به دنیای آزاد، همون واگذاری گذرگاه‌های اینترنت، حالا میخواد برای خطوط شهری باشه و یا خطوط موبایل باشه، به سپاه پاسداران و دوایر امنیتی. یعنی موضوع کاملا امنیتی هستش برای رژیم. مشکل پایه‌ای که الان رژیم در این رابطه داره اینه که حکومت بر موج شبکه‌های اجتماعی سوار نیستش، یعنی مردم و جامعه بسیار بسیار جلوتر از حاکمیت دارن عمل و فعالیت میکنن. مثلا موسوی نماینده باند خامنه‌ای به صراحت اعتراف کرده که اینترنت خوبه به شرطی که ما بتونیم خواسته های خودمون رو به مردم اعمال بکنیم.
همچنین باید به چند اقدام سرکوبگرانه دیگر هم اشاره بکنیم تا پازل این هراس و سیاست وحشت رژیم کاملا دفاعی رژیم روشن‌تر بشه. برای نمونه راه اندازی پیام‌رسان‌های داخلی، همون بحثی که خدمتتون عرض کردم، شبکه قلابی به نام فروش با هدف کنترل، مانیتورینگ و به دست آوردن اطلاعات کاربران. نمونه های دیگه دستکاری در پهنای باند هست. نمونه های دیگه راه اندازی سیستم بسیار گسترده برای فیلترینگ و سانسور هست. تلاش برای انتقال پاره ای از سرورهای خارجی به داخل کشور هست. افزایش شدید قیمت اینترنت هست که بسیاری از مردم الان تحت فشار کرونا و فشار اقتصادی واقعا توان پرداختن هزینه ها رو ندارن، ولی میرن و تهیه میکنن. راه اندازی یه نیروی سرکوبگری به نام سازمان پدافند غیر آمن و یه مجموعی هم اخیرا درست کرده در این چند سال اخیر به نام اینترنت ملی که در رابطه با همین نمونه قریب 19 هزار میلیارد تومان تا به امروز تا به سال تا به اسفند سال گذشته مثلا بخوام رژیم هزینه کرده. یکی دیگه از راهکارهایی که رژیم به شدت به اون عمل میکنه و دامن میزنه برای مقابله با شبکه‌های اجتماعی پخش اخبار جعلی هستش، حالا در شبکه‌های توییتر هستش، اینستاگرام و یا فیسبوک، هک کردن وزارتخونه‌ها هستش، هک کردن دفاتر رؤسای جمهوری هستش. چند هفته قبل اگه خاطرتون باشه پست الکترونیک رئیس جمهور فرانسه رو رژیم هک کرد و علیه ساکنان اشرف و خانم رجوی شروع کرد به پخش اخبار جعلی یا به قول معروف فیک نیوز، و یا دستگیری‌های کور و گسترده در شهرهای مختلف. شیوه هایی هم که مردم به کار میبرن همون استفاده از نرم افزارهایی هستش که بتونن این دیوار اختناق رو دور بزنن، به دنیای آزاد خبر برسن. اصطلاحا ما به اونها VPN میگیم که الان بسیار گسترده به ویژه در میان جوانان داره استفاده میشه. بله آقای هرسینی، خبری هم بود روز گذشته، سازمان گزارشگران بدون مرز طی گزارش اعلام کرد که سال 2020 میلادی 50 خبرنگار تو سراسر جهان کشته شدن. من می‌خواستم از شما بپرسم که جایگاه رژیم رو تو این رابطه شما چطور می‌بینید؟ بله متاسفانه این گزارش رو من دیدم. وضعیت در ایران آخوندزاده بسیار بسیار وخیم گزارش شده. این بر این اساس دیکتاتوری خامنه‌ای الان در صدر جدول جهانی و رکورددار اعدام علیه خبرنگاران و روزنامه‌نگاران از زمان به روی کار اومدن معرفی شده. در این گزارش همچنین تاکید شده که بعد از اعدام اخیری که در ایران صورت گرفت، یک پناهنده ایرانی رو از فرانسه به عراق کشوندن و از اونجا به ایران بردن و اعدام کردن، در 30 سال گذشته تاکید کردن که هیچ خبرنگاری قربانی چنین مجازات قرون وسطایی و وحشت‌زایی نشده. همچنین این گزارش تاکید میکنه اعدام این خبرنگار تایید این واقعیت هست که ایران به عنوان کشور رکورددار در کشتن بسیاری از خبرنگاران طی نیم سده گذشته بود. واقعیت در دیکتاتوری ولی فقیه این هست که اساس و پایه حکومت ایران آخوندزاده بر دیدگاه‌های بقایت ارتجاعی و بسته رژیم استوار شده. نگاه حاکمیت به معقوله‌های مثل آزادی بیان، اندیشه و به تبع اون فعالیت‌های آزاد برای خبرنگاران، روزنامه‌نگاران و صاحبان نشر از همین زاویه هست. برای منطق هست که ما شاهد افزایش سانسور هستیم، شاهد افزایش اختناق و راه اندازی انواع اقسام دوایر اطلاعاتی و سرکوبگر که تماما زیر نهادهای امنیتی و دولتی دارن فعالیت میکنن. نمونه تاریخی اون سخن آخر این که همون قتل و کشتار روزنامه‌نگاران و خبرنگاران و نویسندگان تحت عنوان قتل‌های زنجیره‌ای بوده که به دست پرسنل وزارت اطلاعات در دوران آخوند علی فلاحیان صورت گرفت. قریب 80 روزنامه‌نگار، خبرنگار و نویسنده و مترجم رو مسلح کردن و سربنیز کردن. پرونده‌های بسیاری از اونها مخدوش شده، اساساً پیگیری صورت نگرفت و مخدومه اعلام شده و بسیاری از آمران قتل هم همچنان بر مسند دوایر حکومتی می‌شود. بله ممنونم از شما آقای مهرداد هرسینی، سخنگوی بنیاد دموکراسی در خاورمیانه که در این گفتگو همراه ما بودیم. متشکرم از فرصتی که در اختیار ما گذاشتیم. براتون اوقات خوبی آرزو می‌کنم. خواهش می‌کنم.